اما شما چون عملیات فیک انجام میدید در انتقام فواد شوک اومدی عملیات فیک انجام دادی نتیجه چی شد اومدی خالی بسی مقداری یه دونم زده بودی تا مرغام کشته نشده بودن مقداری زده بودی قد قداد قد قداد قد قداد چی شد بعد یه خالی بستی که آقا ما خلاف بیانی خودتون تو بیانی خودشون تو ابتدا میگه آقا ما یازده نقطه زدیم یازده نقطه مربوط میشه به شمال اسرائیل بعد یه رفعه نصر الله آقا ما رفتیم تلاوی و زدیم همه شکر تلاوی و زد سید گفته زدن دیگه خب آقا فیلمش نشون بده نه فیلمش نشون بدیم به غرور اسرائیلیا برمیخوره بعد اینا وحشیان ولان <تص> دیگه خودتون میدونید <تص> بچه شیه مثل یه دونه گره گوشه اتاق گیر کرده میو میو میکنه چنگاش هم نشون میده تفلک و داره تلاش میکنه یه مالهی بکشه آدم خندش میگیره خب عملیاتی که فکر باشد نتیجهش این جوان میشود این جوان کیست؟ این جوان تفلک که امروز کتره شده برادر زاده آقای فاد شکره اینجا عکسش هم کنار فواد شکر میبینیم در عملیاتی که اسرائیل انجام شده خب شما فاد رو اونا زدن گفتیم ما میخوایم انتقام بگیری اسرائیل گفت آقا انتقام بگیری دیگه مسخره بازی دارن دید نمیگیری بردرزاده هم زد اینقدر بهشون فشار اومده سر بردرزاده یه مقدار با دوز پایین دارن چیز میکنن آقا دیگه آخر هم مجبور شدن تایید کنن السید حسین محمد شکر چی شد دیگه این کتلت شد فقط چرا با چیز حزب الله یعنی عضو حزب نبوده بر حال کتلت شده دیگه جهاد المقاومت حالا نمیدونم دیگه ولی به هر خوبه فتوشاپ خوبه این بدبختم بردید و دادید به سمت کتلت همه چی وقتی که فیک باشد دستاورد سازی باشد مسخره بازی باشد همین میشه و بعد زاده فاد به جز بدونه که اینا بخوان انتقام بگیرن کتلت شد اما امروز بالاخره حزب الله موفق شد یه دونه پهباداش بخوره به یک ساختمان اسرائیلی و آبروش رفت من حالا فیلم خود پهباد نمیخوام نشون بدم پهباد پهباد بوده کوات کوپتر اینا نیست پهباد بزرگی هم هست عکسش هم نشون میدم میزان در حقیقت خسارتی که زده رو دارید میبینید حالا ما اینو بیشتر چیز میکنیم عکس نه انگار از این نارنجک دستی های اکریل که خورده من حالا فیلمش هست منتها به خاطر قوانین یوتیوب نمیتونم نشون بدم پهباده میان میخوره و واقعا یک انفجار خیلی کوچک و واقعا هیچ چیه حالا من فیلم داخل ساختمونم هم دارم نشون بدم بعد از این خواستم خیلی دستاورد سازی کنم من در این ارتباط صحبت زیاد دارم این بخش چون بخش مهمیه و دست حزب الله و محور مقاربت رو اتمام من فکر کنم این حمله پهبادی که خورد باعث بشه که اسرائیل با فراغ بال بهتر و بیشتری حملات خودش رو خودشو شروع کنه ببینید این فیلم خود ساختمانه اونی که خورده خونش کاملا خونه طرف خورده اینا که میگن غیر نظامی نمیزنی خورده به یک ساختمان غیر نظامی توالتش نگاه کنید اصلا این نگاه کن نگاه؟ یه تیکه اونجایی که خورده به پهبادا شوخی نیست نکنید اینو مقایسه کنید با پهبات هایی که اسرائیل اینا رو نشونه میگیره میزنه کل خونه منفجر میشه برای اینا نگاه کنید چقدر ابعاد تخریبش بوده یه سری گچ و اینا رو از بین برده فقط همین یعنی رسما میتونیم بگیم هیچ آسیب جدی نزده بفرمایید و عکسش هم که داریم میبینیم این هم بیرونشه این حالا صحبت زیاده ببینید این اتفاق که اینا بالاخره بعد از 500 کشته فرمانده که دادن بعد از هزینه های فراوان و اینکه نزدیک 100 هزار خورده ای نفر در جنوب لبنان آواره شدن و بخشی از جنوب لبنان تبدیل به غزه شده اینا درست میگن میگن که آقا ما هم تونستیم بالاخره 40 50 هزار نفر از ساکنان شمال اسرائیل رو آواره کنیم آواره که منظور یعنی رو تو هتل زندگی میکنن دیگه وضع زندگیشون خوبه حالا من دیدم که خودشون هم دارن اطلاف میکنن که خود بچه حزب الله تو همین برنامه ای وحید خزر که 95 درصد مردم اسرائیل که اصلا جنگ و احساس نمی چون دارن زندگی عادیشون رو دارن 5 درصد در های اطراف غزه و 5 درصد در حقیقت شمال اسرائیل این جنگ و احساس کردن ولی اونا تو هتل هستن تو بالاخره بهشون داره حقوق میده دولت ولی شما مثلا آوارگان غزه آوارگان جنوب لبنان اینا تو خونه فک و فامیلشون تو جاهای دیگه کشور هستن این همه هزینه 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 هزینه, هزینه و تمام پهپادها و راکت توسط گنبد آهنین رهگیری شده یه دونه که رهگیری نشده خورده میزان و قدرت انفجارش رو شما نگاه کنید یعنی اون قدرت انفجار و این فقط بر سر پهبات نیست ما گزارش آساشدت پرس هم داریم که میگه موشک های جمهوری اسلامی اولا هم نصف اینا 50 درصدش فیل شده بقیهش راحت قابل رهگیری بوده و اون چهار پنج تایی هم که خورده اولا با خطای بسیار فاحش دایره در حقیقت خطای 1200 متری خورده و فارق از اون خطایی که خورده مثلا قرار بوده بغوره اینجا 1200 متر خورده اون وقتا قدرت انفجاریش پایین بوده به خاطر که حالا نمیدونم شاید این موشک ها برد زیادی رو میرن این قدرت انفجارشون کم میشه اینا نمیدونم یا یعنی اینکه واقعا انقدر اینا تو انبار موندن و اینا الان دستشون خالیه به هر حال ما الان داریم یک چیزی رو که مشاهده میکنیم قدرت انفجاری مواد منفجره کلیه محور مقاربت ناچیز است ما اگه یادتون باشه چند ماه پیش هفتش ماه پیش حماس یه عملیاتی با کوادکوپتر کرد یه دونه از این خمپاره ها گذاشته بود رو کوادکوپتر چند تا سرباز اسرائیلی بودن اینا پرت کرد بعد این پنجاه متری اونا خورد یعنی بهش کم و یه واقعا دایری انفجار در حد نارنجک های کوچولو اکریس ما رو خروجیش بود و من اینو گذاشتم البته خود گردان قسام تفلک اینا رو به عنوان دستاورد درست میکنن پس اینجا اتفاقا این هر چقدر این اتفاقات میفته اون چیزی که ثابت میشه اینه این, این ثابت میشه این دست خالی محور مقاربته و میزان اون بخش رسانهی قدرت محور مقاربت که خیلی 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 بیشتر از واقعیت میدانیشونه بیشتر بر ما اثبات میشه شوخی نکنیم واقعا این پهباد خورده و ما فیلم داخل ساختمونم نشون دادم واقعا پهبا خورده تو توالتون خورده خاک تو سرتون هر حداقل اتاق حالو میزدید و واقعا الان پشماش میریزه این واقعا پهپا تو چون الان زیاد تو توالت که کاری نداره دیگه روزی دو بار سه بار میخواد بره دیگه حالا چه پنج بار بره پنج دقیقه دو دقیقه میخواد بشینه بالا دیگه حالا یه مدتی هم یارو حتی درست هم نکنه اونجا با اتهای خوبه هوا میره میاد بهتر <تص> شوخی نکنین واقعا این قدرت انفجارتونه اینا اینا چیزایی که آدم میبینه و از دل این میخوان دستاورد سازی کنن تفلک کریم شیره هم که با اینجور چیزها چیزا سری ارزای روحی میخواد بشه این هم تلفن داشتیم اوکی بوده مهم نیست ساعت کسی با ما کار نداره بعد میگه که حزب الله دقایق پیش شهر پادگان نهاریا در ساحل مدیترانه را هدف حمله پهپادی قرار داد و همان گونه که در این ویدیو مشاهده میکنید که رو نمیتونید بزنید پهپاد انتحاری حزب الله در حال شیرجه زدن در توالت اوناست که گوه اسرائیلیا رو بخورد برای حمله به هدف تا... تق... هدف تعیین شده تو آقا ام مقداری رسیدید به توالت انسانی البته پیشرفته پیشرفته قبلا مقداری میزدن الان از مقداری به کجا رسیدن الان از مقداری آره ترقه چهارشنبه سوری گفتم نو گفتم عکس ما خیلی قوی تر قبلا مقداری میزدن الان دیگه توالت انسانی میزنن بله شیرجه زده این پهباد که بره تو توالت و گوه اسرائیلیا رو بخوره برای بله حمله به هدف تعیین تا... هدف تعیین شده کجا بوده توالت در یکی از ساختمان های بلند مرتبه این شهر است یه ساختمان مسکونی که فیلمش هم نشون دادم توالت رو زدید بعد این ببین اینا دستاورد سازی حالا بعد دیگه بهش فشار اومد که فهمیدن چقدر تخریب کم بوده و توالت زدن اینا این هم لحظه اصابت پهباد حزب الله به یکی از ساختمان های بلند مرتبه در شهر اشغالی نهاریا در ساحل مدیترانه است هدف از این حمله بیش از آن که گرفتن تلفات انسانی باشد بحث جنگ روانی با دشمن و گسترش ناامنی است چیزی ندارم اینا دارن جنگ روانی میکنن میخوان جنگ روانی رو در حقیقت گستردم دارن جنگ روانی میکنن اون نامردا ولی جدی گرفتن اینا رو کتلت میکنن زده فواد شکرت و کتلت کرده برادر زاداش هم دیشب کتلت کرده و زده دیشب 25 تا تو سوریه کتلت کرده همینطور داره. تو جنگ روانی میکنه <applause> میگه <applause> خب با اصابت چند پهباد به این شهر آن هم چ... اصابت چند پهباد اینا همون جوریه 290 تا موشک و پهباد زده بودن استاد رای فیبرو گفت یه دفعه هزار تا زدیم الان هم یه دونه پهباد خورده از این یه دونه هم هزار تا فیلم هست دیگه اسرائیل دموکراسی حاکمه وقتی یه پهباد اومده خورده همه وایست فیلم گرفتن از یه دونه پهبادی که خورده ما الان پنجاه تا فیلم داریم پنجاه تا فیلم و عکس داریم چجوری شما چندتا هیچ فیلمی هم در نمیاد خب خالیاتونه دیگه یه دونه خورده حالا چند تا شد یه دونه شد چندتا تا همیشه هم میزاد کلا سیستمش اینه که دستشون به کم نمیره دیگه یه دونه بخوره اینو باید یه چند تایی بگن بعد میگه که و اصابت چند پهباد به این شهر آن هم به هتل ها و ساختمان بلند مرتبه امنیت و نهاری ها رخت بربسته و کسانی که دستشان به دهانشان میرسد و جانشان برایشان عزیز است که طبق معمول جهود جماعت جانش را بسیار دوست می بعد از یازده ماه هم این خط روایتی غلط رو که سر تا پاش اشتباه داره بیان میکنه چش تلگرام می‌بینم آن را برداشته و از سرزمین های اشغالی فرا خواهند. چقدر رو این قضیه این خط روایتی که دیگه معلوم شده شکست خورده است و یک دروغ محض چقدر رو این خط روایتی امنیتی حرکت کنید که ما اسرائیلیا رو بترسونیم شهروندان اسرائیلی فرار کنن من این خط روایتی رو باتون کار دارم میگه بنابراین به این موضوع که چرا این پهپاد خسارتی وارد نکرد توجه نداشته باشید دقت کنید انقدر که دیگه فشار روشونه که آقا این خسارتی وارد نکرد شوخی ها میگه توجه نکنید خر باشید برای همین خودشم هم تمام کامنتاشو اینا رو بسته بقا خر باشید حرف من کریم شیرایی منم پای منقل خودش هم فهمیده چرت و پرت میگه این برای اون پولی که میگیره یا تعصبی که داره صرفا میخواد که پاشو به کمونی زمین من میخوام دیگه ما مودیم اسرائیل تو تو این حوزه داره مثل بچه که لجبازی میکنه پا میکوبونه در اون حوزه نظر روانشناسی خیلی هم براش مهمه که مخاطب مذهبی بقیه رو نگاه نکنن برخلاف ما که میگیم بریم آقا همه مخالفین ما رو نگاه کنید دیگه بلکه بلند شدن صدای آژیر و شدید شدن صدای انفجار برای این باند مخوف و این قوم ترسو به اندازه یک بمب اتم ترسناک است خب ببین این دیگه خودگویی و خودخندی و کاری هم حتی بگیم مرگ دو پسر بچه یک زن در انفجار ترقه و حالا اوکی حالا اینا الان دیگه وقت نیست بخوام نشون خیلی مطلب دارم دیگه ما هر سال بابا ما 800 تا در همین چهارشنبه سوریمون هر سال کشته داریم به خاطر انفجار یک ترقه و ترقه و اینا پهباداشون هیچ کسی رو جان کسی رو نمیگیره این نکته ای که اینا بیان میکنن یه خط روایتی دارد که آقا ما که حریف اسرائیل نیستیم با این مزاحمت های روانی با این ایجاد جنگ روانی باعث میشیم که شهروندان اسرائیل دومشون رو کولشون بزنن برن خب ببین شما این چند شب پیش ما اومدیم یکی از این تحلیلگراشون رو بررسی کردیم دیگه که اعتراف جالبی داشت گفت ما فهمیدیم همین آقای چیچی فایزی بود محسن فایزی گو آقا ما فهمیدیم اسرائیل میتواند 11 ماه بجنگد و سرباز فراری نداشته باشد یعنی اون خط روایتی که آی جهودا ترسوان فرار میکنن سالها این آقای استاد کرمچاله بیان میکردین و چقدر هم مخشویی میکرد رایفی پور تو همین حوزه ما دیدیم در 11 ماه گذشته هیچ گزارش جدی از فرار سرباز اسرائیلی نه تنها نداریم بلکه کلی از یهودی های سر سر جهان که اصلا تا الان تو خاک اسرائیل هم زندگی نکردن آمدن و داوطلبانه وارد ارتش شدن که یکیشون هم از ونکوور کانادا اومده بود تفلک در جنگ غزه هم کشته شد چقدر براش مراسم گرفتن اینا محسن مرسی محسن میلانیان عزیز بابت استیکر مرسی عیزم. و این یک واقعیت میدانیه برخلاف جنگ اوکراین و جنگ روسیه که از هر دو جبهه ما سرباز فراری داریم با وجودی که نیروهای اوکراینی خیلی جمع خیلی محکم وایستادن و دارن میجنگن با این وجود گزارشات جدی از فرار سرباز اوکراینی داریم گزارشات اوه آنچنانی از فرار سرباز روسی داریم ما هیچ فراری از سربازان اسرائیلی نداشتیم پس این خط روایتی رو حواس رو حواس فراتر از این رو حواس برای اینکه تو میگی که آقا اسرائیلی اولا جودا جوداد جهود جماعت جانش را بسیار دوست دارد و فلان و فلان و میترسن و میگه صدای انفجار که در بشه اصلا اینا میترسن ببین اول برام. کل اتفاقات جنگی که تو 11 ماه گذشته انجام شده ما 7 اکتبر رو اگر فاکتور بگیریم که اون عملیات قافل گیرانه بود از روز 8 اکتبر اون 24 ساعت اول 1200 رو فاکتور بگیریم خواهشاً از 8 اکتبر تا الان چقدر اسرائیلی کشته شده رو هم رفته چقدر 340 تا سرباز توی غزه تو شمالا همه جا با تمام عملیاتی کردن باختری اینا باورم بفرمایید به 400 نفر نمیرسن یعنی 340 که سرباز توی جنگ زمینی غزه که یک شاهکاره شما جنگ زمینی که به مانند اینه که به دو نفر در حقیقت چاقو بدی و بن تو کیوسک تلفن با هم درگیرشن در یک همچین فضای 340 تا کشته داده کل کشته ها از شمال اسرائیل و کارهای کردن باختری و عملیات ها و همین ستایی هم که الان در پل اردن کشته شدن و همه اینا رو هم رو هم بذارید 400 نفر اسرائیلی کشته نشدن فرید تو بشم تاریخ اسرائیلی یه نگاهی بکن 1953 رو نمیدونم چقدر کشته شده 1948 هم دقیق حضور زن ندارم ۱۹ ولی 67 800 اسرائیلی کشته شده 1973 در جنگ کیپور 2100 اسرائیلی کشته شده اینا اگه قرار بود بترسن که تو اون زمان ها ترسیده بودن و رفته بودن عیزم تو جنگ 1967 جنگ کیپور کلی ها جنگنده اسرائیلی زده شده فقط الان چون حضور زن دارم 67 نزدیک به, پن... نزدیک به چهل خورده ای نزدیک به چهل و خورده ای نه نزدیک 50 تا 47 تا آره دیگه یه چیزی پا... کمتر از 50 تا ولی بالاتر از 40 تا هستش یه چیزی بین 40 تا 50 تا جنگنده ای اسرائیلی منهدم شده تو بشم عزیز دلم تو بعد از 11 ما <applause> نمیگم جنگنده اسرائیل رو بزن این موبایل رو داری تو دستتون دیگه با این موبایل از جنگنده های اسرائیلی هنوز نتونستی تو آسمون عکس بگیری <applause> در سال 67 نزدیک 50 تا از اینا رو در حقیقت جبهه مخالف اسرائیل تونسته منهدم کنه اردن تونسته منهدم کنه مصر تونسته منهدم کنه اسرائیل تشکیلش کریم شیره ای بار برای چیه تشکیل کشور اسرائیل برای ترس است ترس از اینکه در دنیا ما رو دارن اذیت میکنن آگاهانه اسرائیل بر پایه ترسی که دور تا دور ما کشورهای عربی هستن که تو کتاب مقدسشون هم گفتن که من یهودی نباید باشم روی این کره زمین با علم این کشورشون رو درست کردن تو <applause> که حتی از جنگندهای اسرائیل هنوز نتونستی با موبایلت عکس بگیری بعد میخوای اسرائیلی رو بترسونی که قبلا 50 تا جنگنده‌اشو کشته شده و تو کل این جنگ الان تو این 11 ماه 400 تا اسرائیلی تونستی بکشی که 340 تاش توی غزه است من های اتفاقات 7 اکتبر دارم عرض میکنم و اون هستا اینقدر تونسته 40000 و 41000 تا شد اتفاقات غزه الان امروز اعلام کردن 41000 نفر تو غزه کشته شدن و توی لبنان و اینا ما نزدیک 700 نفر کشته شدن که 450 نفرش مال حزب آقا تو در مورد چی داری صحبت میکنی و این خط روایتی که دارید میگی تا کجا و تصمیم هم میخواد بیاد و مانا الان پهباده ببینه چقدر بزرگ بوده این پهبادیه که این این باده تو یعنی اندازه باورم بفرمایید نارنجک هایی که ما تو ایران بچه ها درست میکنن برای چهار اینقدر هم نیست یعنی ده ده... نه این هم که بزرگتر شد واقعا یه چیز کوچولو مچولوه یه, یه نارنجک کوچولو مچولوه شما خجالت نمیکشید این خط روایتی رو با این پهپاد خجالت نمیکشی دستشویی رو زدی سوراخ فقط برش پر چیز درست کردی هواکش درست کردی که دستت هم درد نکنه دستت هم درد نکنه شاهر اون خانواده مثل که شکمش گوارشش خوب نبوده و تو الان اومدی یه ذری دیگه هم هواکش درست کردی خانمش ازت تشکرم میکنه مرسی و اومده حالا خط تسلیم رو نگاه کنید حمله پهبادی حزب به مقر فرماندهی ارتش و تا کجا شما میخواید این خطای روایتی دستا تو میدون بازی رو باختید و الان هم دستتون داره رو میشه که آقا مواد منفجرتون